아야, 인조로. 엄마 지야, 이 사람 앞서다 했었노, 하디지? 너라 없으나 했었노. 오미니 집이 키워주. چرا امیدی خیلی هم امیدی هست. اصلا هم به خیال نشو. فقط یه خورده صبور باش همین. چه امیدی بابا؟ چی میگی؟ امید داشته باشم اون شهریار. قبولی. 1789 نفر جلومه. چه امیدی؟ بالام جان. اگه شما 1% هم شانس قبولی داشته باشی داداش من باید امیدوار بمونی. ولکی بهم دلاری میدیو. اه. دل داره چی عزیز من؟ آقا مگه ما هممون کنکور ندادیم؟ چند درصد امکان قبولی داشتیم؟ درسمون رو خوندیم، زحمتمون رو کشیدیم، قبول شدیم. آره همون. خیلی راحت باشه. تلاش تو بکن، امیدت به خدا باشه قبول. آقا یه کار میتونیم بکنیم. مون افشی مدیریت خوندیم، یعنی میدونیم تو مصاحبه چی میپرسن. قشنگ میدونیم مدیرها چی دوست دارن چی دوست ندارن. مدیرها چی دوست دارن افشی؟ مدیرها زرش پلو با مرغ دوست دارن، جوجه سوخاری دوست دارن، بیفتک دوست دارن، چلو کباب برگ دوست دارن، تخم مرغ اصلا نمیخورن. اسکیت دوست دارن. اسکیت؟ اسکیت دیگه چی؟ غذا. غذا جنوبیه؟ آه. جدی باش. جدی گفتم من. خب اینا رو دوست دارن. آقا مدیرا نظم، انضباط و پشتکار دوست دارن. چیه؟ درس کلاساتون رو ما پیاده میکنی؟ نه آقا جون، درسمون اینه که همینجور نشستیم اینجا 2 ساعت وقت خودمون رو گرفتیم. من میرم تو اتاق هستم میشنم درس. من خس بیشین خودم درس باد کار میکنم، درس رو میدونم. بیشین تو فردا امتحان داریم مثل اینکه خبر مصاحبه میمونه، نمیدونه چی بگه. خب شما بهش بگین چی بگه دیگه. با هم میگیم، بی تو هرگز. آقا الان یه تمرین میکنیم، تمرین مصاحبه. می نمیخوای مصاحبه کنی؟ بگیر. بیان. بیان دیگه. من مدیر شرکت هستم، در کارم بسیار جدیم و منضبط، اصلا مال شوخی نیستم. بنده مشاورشون هستم. من مقدرسی شرکت هستم، 15 سال سابقه کار دارم با دیگه، شوخی هم دارم. الان ما باید چیکار کنم؟ شما دقیقا همون کارهایی رو میکنید که توی مصاحبه واقعی باید انجام بدید. اجازه بدید. کلان سوالتون 3 بخش شد. بخش اول مشخصاته، بخش دوم شرایطمون، بخش سوم هم که مزایا. سلام، من اومدم استخدام بشم. نه اول کار خراب کردی که آقا. خراب؟ آقا جان تو اول که می داخل میشینی بعد سلام میکنی؟ اول باید سلام کنی بعد بشینی. تازه ای باید شمارتو بگی و بیای داخل، بعدم تازه باید در بزنی. نه زوده، شروع کن. صداشون بزن. شماره 1789. 1789. بیار. سلام آقای رئیس، من اومدم اگه میشه اینجا کار کن. الان من کتمو در میارم، شما بفهمید اینجا بشینید. ازم امروز مدیری آخه بابا تو دیوونه میکنی آدم. ایطوری با رئیس صحبت میکنه؟ با رئیس باید شمرده شمرده مؤدبانه حرف بزنی. بفهم تو تحصیل کردی. خانش این راحت نکن جناب رئیس، این داره بلگو به زبون بزنه حال حسابه. نوشه جانن آیزه زمینی یه دونه. زوده زوده هستم زوده.
شماره 1789 حرف بزن آقا. سلام آقای رئیس، من اومدم اینجا اگر ممکنه با تان همکاری کنم. قبوله. اسمتون؟ شهریارم دیگه. شهریار غلام شما. بگو شهریار غلام شما. بگو شهریار غلام هیچ کس نمیشه. مخالفت از حالا. شهریار جان بابا هر چی دنیا به رسم میشه بگو چشم جا حقوقش زیاد کن. یه غلط داشت، یه امتیازش رو دست داد دیگه. سال بعدی یک امتیاز دست داد. خب شما از کامپیوتر چیزی میدونید؟ بله. مدارک داس، ویندوز و برنامه ریزی کامپیوتر. شما گلدوزی بلدی؟ نه. آشپزی؟ نه. اوه که هرچی بهش میگی میگی نخه. بابا هرچی بهت میگم باید بگی بلدم. بگو. بلدم. دربونی بلدی؟ بلدم. دربونی کردم قبلا. توضیح نده، فقط بگو بلدم. کوتاه. دربونی بلدی؟ بلدم. بلدم قربان. قربان. خانه داره بلده؟ بلدم. بچه داره بلده؟ بلدم. شوشه شوری بلده؟ بلدم. شوشه خاله آورده؟ اصلا حساب بلدی؟ بله. دو دوتا؟ چهارتا. چرا چهارتا؟ و چند تا؟ پنجتا. چرا پنجتا؟ تو دیگه بده چی میگی چرا پنجتا؟ او باید بگه چرا پنجتا؟ این آقا جان وقتی رئیس میگه پنجتا پنجتا دیگه چرا نداره؟ هرچی جناب رئیس میگه شما چی میگی؟ میگی چشم. چشم. شما پاشو. باشو راه برو. راه برو. بچر بشی. ببین عزیز جان یه حسابدار از اونجا که 24 ساعت پشت میز نشسته وقتی هم که بلند میشه اینه. خب کمر تا شده دیگه، خسته است. بعد اینقدر قاطی کرده و حساب کم آورده و اینا داغونه، وقتی راه میره سر اینجوری میشه. دیدی؟ شما نیمه وقت میخواید کار کنید یا تمام وقت؟ نیمه وقت. این جواب نباید بده، بهش بگو بابا جان تو نباید بگی، باید بگی هرچی شما بگی قربان. نباید بلکو میکنی همین چی جواب بدی که کاملا وقت در اختیار ماست. هر چی شما بگید قربان. شبکاری داریم. هر چی شما بگید. اضافه کاری نداریم. هر چی شما بگید. صبح‌ها دیر نمیای. هر چی شما بگید. وام مسکن خبری نیست. هر چی شما بگید. مزایا نداریم. هر چی شما بگید. ممکنه حقوق هم نداشته باشیم. هر چی شما بگید. تا وقتی اینجا کار میکنین که ما میگیم. هر چی شما بگید. حقوق چقدر میخوای؟ هر چی شما بگید.
با اینکه از شما خوشم اومده و شما جوان مستعدی هستید، اما چون پسر خالم پشت داره شما رو استخدام نمی کنم. شما مردودید. مردود؟ بله. نتونید برم، بگیرید بمون. من میخوام کار کنم، میخوام خیلیمو در بیارم. دانگم عقب افتاد. میخوام اگه توی این شهر واسه من کار نیست، نیست؟ چه شهر ارزا؟ من استخدام کن، بذاری اینجا بمون. خانم بودم تو کده موچه هم چشم انتظارم. میفهمی؟ درمون کسی من چی داره میگی تو؟ خانوادم تو کرمان چون همه چش انتظارم. من میخوام کار کن دیگه. مریدم، برگردم بهشان چه بگم؟ بگم مریدم، قصدم تو موقعم هیچی نمیده، هیچی قاطی گردی چشم. هر کاری باشه میکنم، دمیشوری، لاله، لاله داری، بچه داری، هر چی که من بقیه میخوام کار کنم، میخوام رو پای خودم بایستم. شام که نخورین؟ یه لیوان چای ریختم، میخورین؟ وقتشه. چی؟ هیچی، ممنون. قابل نداره، بخش. زهر، اگه یه روزی از عمرت باقی مونده باشه باید با هم بگذرم. این قافله عمر عجب میگذرد. 25 سال گذشته، بقیهش هم میگذره. بسه، این یعنی چی؟ پیچ مراد شل شده ها؟ نه نه، حالا باز بری. زهر پیداش کن. Thank you.
اسمی رویت خیلی وخیم. نه وقتا که خیال خیمه زده تو وجودت نسخه و دوا هم خوب نمیشی. فکر طب سوزنی و داروی گیاهی و چه میدونم آب درمانی هم نکن. با عشه لیدر هم خوب نمیشی بیچاره. خلاصه که خیلی حیرانی. سرگردانی. بیا چه داموی توی نشیسی ما تم گرفتی یک کبری در میانی شهر خاموش بود چیکار میکنی؟ چه ده؟ آویزونم اینه او کیسه بود سرگردونم اینه او توپ پیم پون شعر گفت با جان خودم شعر گفت شنگم شعر میگه به شهر یا شعرت مقفانه بود چه؟ مقفانه بود یعنی قافیهاش میزونه بود کیسه بوکس بعد توپ پیم پونگ نمیخونه با هم همه دیدیزم این شعر نو بود دیگه درش شعر نو بود با همینه دیگه هر وقتی میره تو اتاق تنهایی میشینه فکر میکنه داره رو خوش میبنده تنهایی میره بیرون و همینه دیگه شعرم میگه آقا دفعه یه کتاب چاپ کرد دیوان خواجه شهریار کرمانشاهی دلت خوش همید ها؟ دیوان کرمانشاهی گذاری دلش چه میدارم بود؟ امو شهریار داری افسرده میشه ها این افسردگی پی پیر خیلی بیماری بدی ها مزمن بشه کار دستت میده بی بیرون دیگه بابا بگشن یه دست بازی کنم حال بیای ای با بازی کردم مشکلم حل میشد میرفتم از با بازی میخریدم تا صبح باشم بازی میکردم علی چی بودی؟ که گفتیم شعر نو بود؟ نه نه جمعونم این شعر نو بود آقای محترم شما الان جوانی باید هر هر بخندی شاد باشی چرا حالا؟ اینجا رو راز شادابی و تندرستی آخ دمت گرم ببینیم چی میگه؟ یه تازه خونده چی نمیشتن؟ گوش کن چی میگه؟ از شبت که نمیشته شریف در بحث روان درمانی خنده عامل بزرگی است که روح انسان را شاداب میکنه. بیمارانی که از لحاظ روحی سخت تحت فشار هستند و عذابهای دردناک درونی زندگی را بر آنها سخت، تلخ و چدر و سیاه کرده است، باید با دگرگونی در رنج، فضا و زندگی پیرامون خیش باعث تنوع و نشاط در محیط زندگی خیش شوند. دمت گرم. حالا اینجا شو. شهر گوش بده. خنده و شادی عامل مهمی است که در این نوع بیماران باعث انبساط خاطر می شود و آنان را از دنیای بسته و خسته درونی خیش رهایی می بخشد. همه دیزا بسته و خسته چی بودیم؟ مغفا قافیه چی بود که محتواش بین چی گفته؟ یعنی نوشته کتاب راز شادابی تندرستی چاپ اول صفحه 18 اونی که خوندی تو کتاب آقا بیا بیرون ببین چه خبره.
بیا بریم بیرون ببینیم چه خبره. نه بابا بیرون سر همین تو کتاب باشیم بهتره. خب چه خبره حالا؟ دوچارش نشی نمیفهمی. دوچار آچار و سچار. ببین داداش من قربونم شکل ماهیت برم، مگه ماشین شما بی پولی و بیکاری نیست؟ خیلی خوب، من همینجا جلوی احمد رضا به شما گل میدم که تا آخر این هفته بذارم سر کار. خوبه حله بابا؟ عهد آخر هفته بره چی؟ همین الان بلند شو بره سر کار، کسی جلوشو نگرفته. ماشین ما هست، سویچ برداره روشن کنه بره کار کنه. تازه ناراحتی؟ نمیخوای تنهایی بری سر کار؟ با خودم میریم سر کار، میشه راننده خودم، راننده خودم میشی، با هم میریم سر کار. به جان خودم بیمش میکنم، حق عائله مندی بهش میدم، تازه کارشو بکنه، جدی بگیره کارو. کی به کیه رفیقم؟ رفیق دیدیم بابام مسکنش هم موافقت کرد. ملک گلی خب این چی خیلی عالیه. قربان میشه منم تو ماشین شما استخدام بشم؟ نه نه شما نه، ایشون هم پتوپنه قویه، هم یعنی در واقع راننده مو میشه، هم محافظمه. شما نه، مشکل من که فقط پول نیست. گیریم که ما رفتیم با ماشین مسافر کشی هم کردیم، مسافر کش هم شدیم. کچی؟ خب کچی نداره دیگه، تو هم خب کچی می نمیخوای کار کنی؟ خب میری با ماشین کار میکنی دیگه، چه تو؟ همه چی مده، دانشگاه رفتن مده، درس خواندن مده، مهندس شدن مده، زنگ گرفتن مده، همه چی مده آقا، مد. چه داره میگه؟ صبح دست مال اینی، شب اومدن تو خواب هیپنوتیزمت کردن، اراجیف میگه، چی میگی؟ آقا شهریار، درس خوندن مده، علم مده، ازدواج کردن مده. عزیز من اینا همش ارزشه. پاچ قاطی کردی ها؟ آره قاطی کرد، ارزشه دیگه. نه یه زمانی وقتی دیپلم داشتی همه به احترام میذاشتن، ولی حالا چی؟ درس خوندن ارزشه؟ تو فردا میری دکتر میشی، ارزشه؟ نه نیست آقا، نیست. به خاطری که تو فردا میری پزشک میشی، به خاطری یه کاری داری توی مملکت، به خاطر که پول در میاری، که ارزش نیست. به من میگن برو مهندس بشو، دکتر بشو. خب من الان مهندس شدم که چی؟ چون موده. آقا امین راست میدونی آمار طلاق چقدر بالا رفته؟ نه خیلی نمیدونیم، شما بفهمید. ازدواج ارزشه؟ نه بله نیست، موده. مود شده که هر کی بزرگ میشه باید زن بگیره. اگه ازدواج ارزش بود، گوش کن به من، اگه ازدواج ارزش بود این همه آمار طلاق بالا نمیرفت. شهریار خودت خسته نکن، تو که تم نمیره عمرت. ازدواج ارزشه، ارزش ازدواج یه سنت با ارزشه، نه همه میدونه. خب حالا موده، ارزش هر چی، ول کن تو چته. فرض کن من با قرض و قوله و هزار بدبختی اومدم درس خوندم مهندسم شدم، که چی؟ باید برم سر کار دیگه. نه مود شده همه سابقه کار میخوام، من که سابقه کار ندارم. حالا فکر کنم رفتم باغبونی کردم، زمین شوری کردم، دیوار شستم، هر کاری که بگی تو کردم سابقه هم داشتم، بازم نمیشه. میدونی چرا؟ چون هر چی توی کتابا مخوندم تئوری بوده، با عملیش خیلی فرق میکنه. حالا من باید بیام چقدر اینجا کار کنم زیر و بم کاری که رشته خودمه، مهندسیه، انقدر کار کنم تو زیر بمشو یاد بگیرم. میفهمی؟ ها چی کار باید بکنم؟ اول درستو تموم کن، بعد برو سراغ کاشت، کشاورزی، برداشت، چه میدونم آبادانی. تا کی اون زن بیچاره من بخواد اونجا منتظر من وایسه که من برم اونجا باش عروسی کنم؟ با کدوم پول؟ با کدوم زندگی؟ میدونی باید چیکار کنم؟ با خاطر که به او برسم باید وارد بازار کار بشم، واردات کنم، خرید و فروش کنم. غیر اینه؟ نه خیلی طوری فایده داره. باید بریم 30-40 تا صندلی کرایه کنیم بیاریم، با یه دونه از این تریبونا هستا. اینجا شده سالن کنفرانس مسائل اجتماعی. ببین داداشی، حالا ما اصلا کار نداریم، ماده ارزشه، این رو برش کن. ارزش اصولا بیا شعار دادن ماده دیگه.
بابا شعار کدومه داره منطقی با طرف میزنه؟ شهریارتون ببخشا، اما تو میگی من همش نگران آیندم، از من میپرسی؟ تو الانت وا مونده. آره وا مونده، تو گیر موندم. نمیخوای بفهمی؟ سلام علیکم، ببخشید یه بلیط میخواستم برای کرمان. کرمانشا ندارید؟ شیشه بعد از ظهر امروزه؟ زودتر ندارید؟ خیلی ممنون، اگر ممکنه برام رزرو کنید، شهریار محمدی. خیلی ممنون. نه رو ساعت 6 نه، از چی ناراحتی بابا؟ خدا کریمه، مشکل مالی حل میشه، جان خودم حل میشه، تو فقط بگو کی، بقیهش با ما. تاریخ مشخص کن دیگه عباس آقا. ساعت 6 نه عباس آقا، ساعت 6 من دانشگاه دارم، همین الان قال قضیه بکن عباس آقا. عمو خداحافظ. بمون. نمیتونم. میخوای بری؟ بعضی وقتا رفتن بهترین راه هم. آره اما نه همیشه، بعضی وقتا موندن خوب موندن راه رو یافتن بهترین راه. اما زیر هزار تو سوال دارم له میشم، مغزم کار نمیکنه. اما تو زندگی خیلی اتفاق برای آدم میفته، اتفاقای کوچیک، بزرگ، حتی باور نکردنی. بعضی اتفاقا تاثیر ابدی داره. عقرب ثانیه شمار ساعت وقتی میگرده بهت نمیگه بعد از چند تا تیک و تیک و تیک هستی یا نیستی، بعد از چند ثانیه گریونی یا خندونی، بیداری یا خوابی. زندگی آهسته آهسته پیش میره اما شهریار تو رو با خودت میبره و یه دفعه جات میذاره. سعی کن قدری ثانیه ها رو بدونی،
وگرنه یه روزی حسرت همین ثانیه ها رو میخوری. اما عزت شما هم داری حرفای کتاب ها رو میزنی. نه من خودم کتابم. خدا پس. شهریار اون کاری که دلت بهت میگه بکن، فکر فردا باش. خداحافظ. احمدی زاده داداش دست به تراوانا نزنی میترچین. نه حواس من پول گاز آشپز کنه با کهنه خیسه این گازا رو بده میاد. به ست خواب بلند شدی رفتی دوباره حالا چای درست کردی؟ چی؟ من؟ با حتما کار شهریار بوده. ببین حالا کجاست شهریار؟ چه منو حتما رفتی دنبال کار دیگه دیوونه. اصلا پاد گیت شده به جان هردی قاطی کرده. احمد رضا بنده خدا افسرده است والا. بالاخره هم ما رو هم خودش آتش میزنه. میجینه نگاه کن حتی همه ایقب ای گفتی افسرده افسرده ای باور شده افسرده است. آقا افسرده نگو بهش خود. نه افسرده است من میدونم دیگه. آقا همه علامه چین از این آدم من میبینم توی کتابا خوندم. شهریار بعدش خرابه داداش. یعنی اینجوری پیش بره نه درست میتونه عمل کنه نه درست میتونه فکر کنه. حالا ببین خدایا کاری دست خودش نده فقط. رفیق به این میگن شهریار میگم چای درست کرده دفلک پنیر همه چی آماده کرده خوش هم نمونده ناشتا بخور نونم گرفته. این بنده خدا این دو سه روزه خیلی درگیره ها. صبح تا شب دنبال کاره. بابا کارم ردیف میشه خدا بزرگی. یه ذره آدم تو هر کاری سماجت به خرج بده محکم بگیره مشکلش حل میشه. بله خب مشکله و مسئله اینه که فقط کار نیست همیت. بابا یه ذره پشتکار به خرج بده حله دیگه. آدم تو هر کاری پشتکار و سماجت داشته باشه موفق میشه. خودمون چجوری موفق شدم قضیه منو جهران پشتکار داشتم. آره دیگه همین پشتکارت باعث شد عباس آقا جا بزنه دختره رو بده بچی او ابهت گرفتش درسید دیگه. آره رو چم کم اون نجران خودش بود گفت میزنم این حمد رضا رو میکشن میگن قاتل میبرن زندان. حالا تو حتی میخوای حساب کن ما که رسیدیم به آرزومون. آبادان گلستان بستان آبادان آبادان گلستان بستان.
من میگم باید یه کار کنم، یه مقدار تنوع تو زندگیمون باشه، یه خورده حال و هوای این شهریار باید عوض شه، حالش خوب نیست. تو دیگه خیلی تو فکر شهریاری. بابا شهریار الان تو خیابون داره کار میکنه، به جان خودم الان یه زنجیر گرفته، این زنجیر گرفته، معرکه هم گرفته، داره زنجیر باره میکنه. بقیدم میشه شالا بزن تو خیامون یقیه یه چیزی رو داره آقای کتش بزن. دیشب می ندیدی داشتیم رسیتش میگه ایم داشت مانه میزد دیگه، زورش نرسید روش نمید شرم که تو بله کرد. آره همه دیزا خطرناش شده ها. سلام علیکم. سلام. بفرمایید. عزت زیاد. چی؟ تلگراف خونه اینجا دونه دونه حرف میزنه، مرس میزنه، هچی بیش میگی میگه عزت زیاد. رفت. خیلی هم بکر بود، انگار زیر یه بار سنگین مونده بود، انگار دنیا رو کوله سنگینی میکرد. کی؟ رفیقتون شهریار. گفت خداحافظ برای همیشه. شماها خواب بودید، به من گفت، شایدم منظورش این بوده که من به شما ها بگم. همیشه؟ احد، اون خیلی تنهاست، نشستن شما خطاست، برین دنبالش. شما رو زد. یعنی چیه؟ یعنی رفته که کرمونشا؟ نه رفت به پارچه ملت. وقتی میگه خداحافظ برای همیشه یعنی انصراف داده رفته دیگه. انصراف؟ پوش بریم بپوش. خویی چرا ای طوری که خویی؟ یه خداحافظی خوشحالی هم نکرد؟ زود باش لباس بپوشم اینا جمع کنم. عد عد بیا دیگه، مهمانی که نمیخوام بریم دو سلف میدید. نه همیشه یواشه. به به آقا رضا هم که اینجا ایستاده ماشاءالله آماده آماده انجام وظیفه. چطوری عمو؟ حالت خوبه؟ ببخشید ما امروز یه ذره عجله داریم، ممکنه یک کشیدن همچین نتونی خوب بمالونی، بسابه به صورتمون. ببخشید این بر میزدی او بر بزن دیگه بریم دیگه. جون امروز میخنده آمون. آفرین، فهمیدی که باید به بزرگتر احترام بذاری. نه آفرین کوچولو. دستش هم چقدر سنگینه. به به آفرین آقا رضای من، چطوری بابا؟ حالت خوبه؟ بشین ببینم بابا اینا رو نگه داریم جا بهدن. به به آفرین باری که الله. چطوری آقای داریچو؟ مخلص همون سفته هم هستیم. حالت خوبه؟ خوبی؟ خیلی ممنون الحمدلله. چی شده؟ خدا باید نده؟ هیچی، دندونم درد میکنه، ذرت اذیت میکنه. خب این که کاری نداره، بکنش بندازش دور دیگه. اینه بنداز دور، من پشته ایست. راستی؟ به عمو سلام کردی؟ بله سلام کرد، یه لحظه داشت یادش میرفت میرفت یادش من سلام کرد. میدونی این رضا با ادب‌ترین و آقاترین بچه منه. سلام عمو سفتر. به به آفرین باریکلا.
من این آقا عهدو راستش خیلی دوست دارم. خب کسی بقید میزونه هم زفته. خیلی ممنون. بریم رو راستی آقای دکتر، این سرسدهی بچه های ما که شما رو اذیت نمی کنه، مزاحم درس مشقتون که نیست. ای آقا خواهش میکنم، این طرف تازه سر ما، خدا زیادشون کنه. آزدهتون همشون هم ماشالله با ادب هم، اگه خدا بخواد میخوام به 20 تا برسونم. اون سه هفته دکمه پیرنه میگه به چه 20 تا؟ خب مگه چیه؟ اگه بودجه داشته باشم تا 25 تا جا دارم. میگم شما یه کار کن دیگه، جردش کن، بکن 100 تا اینجا صبح مثل پادگان صبحگاه بذار. به به آفری باری کلا. راستش حظ میکنم وقتی بهشون نگاه میکنم که همهشون سرحال و سالم هم. همون سفته شما راست راستی فکرش نمی کنه همه 11 تا هم خب خیلی زیاد آخه. نه چرا؟ دیگه از این حرف ما نزنی ها، ناراحت میشم. اگه بودجهشو داشته باشم ما تا 50 تا هم جا داره. ماشالله 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 به همه شون. بری بزا جون یه کمک کن. نه نمیخواد، خودم برمیخواد. بریم. راستی اگه کاری داشتین، مشکلی داشتین، ما در خدمتیم ها. مشکل که دیگه مزاحم شما نمیشیم، مشکل که داریم رفیقمون فرار کرده. چی؟ فرار کرده؟ فرار کرده؟ نه حاضر فرار کرده، بنده خدا یش همه گم شده، البته میخواد مثل اینجا ترجیح تحصیل کنه، اونم درست تازه نمیدونه. به به آفری باری کلا، مگه شما رفیقاش نیستی؟ من 11 تا بچه دارم، همشونو از صبح تا شب مثل پنجه آفتاب ازشون نگهداری میکنم. اون موقع شما نمیتونی از یه رفیقتون مواظبت کنی؟ ما میداریم میریم مثل پنجه آفتاب مواظب بشیم ازش. خب برین دیگه، چرا وایسادین؟ اما اینا تکون داریم میریم دیگه الان. نه خیلی شما وایسادین نمیرین که، زود باشین حرکت کنین. ها لعنه میجه چیزه، راه بریم. بله راه بریم، کلاپامونه بشنویدین. بریم چشم.